روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. گروه پرستش سال نو را به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنند. آرامش، شادی، برکت و شفا آزادی را از خداوند ما عیسی مسیح برای تک تک شما عزیزان می‌طلبیم. آمین. برای ما فرزندان خدا
هر روز ما در مسیح نوروز است. آمین. و پیروزی ما در اوست. آمین. هر روزتان نوروز و نوروزتان در خداوند پیروز باد. آمین. اگر بر من شکافند از جفا
اگر آتیش بگیره هرچه دارم، اگر نابود گردی هرچه دارم، اگر از زخم ما که میدنه به بلاه بگویم خدا، به بلاه بگویم خدا. اگر من گم شکافند از جفاها، جوابی گر نگیرم از دعاها، زبونم گر ز حلق مادر آید، جوابی گر نگیرم از دعاها. اگر قلبم شکافند از جفاها، جوابی گر نگیرم از دعاها، زبونم گر ز حلق مادر آید، به انگشتم نویسم خدا، به انگشتم نویسم خدا. Thank you.
خداوند ما رو بی دلیل زنده نگه نمیداره. اگه من الان زنده هم برای که نام اون رو میخواییم جلال بدیم با هم، ایمان داریم که روح خداوند با ماست که ما بتونیم که نام اون رو جلال بدیم و نام عیسی مسیح. آمین. عزیزان، من هم این عیده خوجسته نومسو به همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم. همطور که مشاهده میکنید مهمانی دعوت کردم اینجا، دوست عزیز من هست که در برنامه یک دو سه هم شرکت میکنم. خب خودتو معرفی میکن. کشیش اینجاست؟ بله کشیش اینجاست. ماهی نه؟ بله ماهی شرفانی ماما هم هستش. نه به جلد میکشم. چرا به جلد میکشم؟ تو که توی تمام برنامه سال همش میگفتی و میخندیدی و چهچه میزدی؟ نه به جلد میکشم. ای حالا یه چرچه میزنیم اگه من تو رو معرفی کنم؟ البته. خب بزنیدیم. بسیار عالی. بسیار. خب همونطور که ما میدانیم خدا من میفرمه اگه ما باید در کلام او شاد باشیم. همچه همتون نیست فیلیپیان شاد شاد. البته. خب چون چیزی هم دارید که بیان از اون بگیم؟ نه. خب ببینیم. خوشحالم که در اینجا هستم. من در این خانواده الهی هستم. آفرین بر شما. هم نوروز خوجسته رو به بچه های عزیز تبریک عرض میکنم. خب خوشحالیم که شما اینجا هستیم، ما خوشحالیم هستیم که شما اینجا هستیم. خب ببینم، اون موقع که من بچه بودم یادمه که رفتم توی کره ماه و الان که تو موقع پیلی هستم میبینم که دارم میگم توی کره مریخ. بله خب فکر کنم در طول زندگی شما کجا باید برن؟ خورشید؟ خورشید چطور میدم خورشید برم؟ نه ایرم، آقا چطوری؟ اگه پرسید میشه رفت گرمه، میسوزه بیرم. شبانه ایرم، شبانه چجوری بیرم؟ چرا شب؟ خونکه. خب ببینم، وقتی که ما میگیم مسیح هستیم برتر از کسایی دیگه نیستیم. بله، خب چه چیزی هست؟ زبان ما چی هست در مسیح؟ محبت؟ بله، محبت. آفرین بر شما. خب سلاح ما چی هست؟ دعا؟ بله، سلاح ما دوره هست. آفرین بر شما. خب ببینم دیگه چی؟ خانواده ما کجا هست؟ کی هست؟ کلیسای هستی؟ بله. پادشاه ما کی هست؟ عیسی هستی؟ آفرین بر شما. ما داریم سرزمین زندگی میکنیم و میدونیم که یه سرزمین وطن ما کجاست؟ آسمان؟ بله، وطن ما هم آسمان هست. دیگه چی؟ این همه رو گفتیم، من قبول دارم، ولی مرجع ما در چیست؟ در کلام خداوند. آفرین بر شما. هدف ما چی هست؟ برقراری صلح؟ بله، برقراری صلح. در کجا؟ دنیا. آفرین بر شما. آفرین بر شما. خصوص در کجا؟ ایران. بله، ایران. خب ببینم، ما دیگه میخوایم قسمتی صحبت از وطن شد. وطن زمینی ما هست، ایران هست، درست؟ نه. خب ببینم، در این موقع چی چیزی هست که بیشتر از همه دوست داریم؟ حاجی فیروز؟ بله، حاجی فیروز. دیگه چی؟ عیدیدنی؟ بله، عیدیدنی. چی دوست داری برای عیدیدنی؟ حاجی شیرینی؟ آفرین بر شما. دیگه چی؟ نوکمایی؟ خب دیگه چی؟ بیشتر از همه چی دوست داری؟ فول. خیلی هیجان زده شدی بابا. کلام خداوند میگه که نگذارید عشق بدون حاکم شما باشه، چون زندگی با شما ثروت فراوان تشکیل نمیده. از همینطور نیست؟ بله. خب ببینم، من حالا خدافزی کنیم. ولی قبل از که خدافزی کنیم و از این عزیزان اگر ما بگیم بشکن نیاز رو همکاری کنن، میتونید بگیم بشکن که حاضر فیلیس گفتیم؟ بله. خب ایشون میگن بشکن شما بشکن ببینیم چی میشه. تا پرویز ضرب رو آماده میکنه یه چیزی رو ببینیم. پرویز جان حاضر هست با اون ضربه تنکاری کنیم؟ ببینیم حالا چی میشه. دیگه چی میخوای بگیم؟ حالا I'm gonna get you.
به نظارت کشیش رسول ایده اولی یک شنبه یه ماه جلسه یه اشای ربانی بررسی کتاب مقدس یک شنبه ها ساعت 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر دعا برای ایران و ایرانیان سه شنبه ها از ساعت 6 تا 9 صبح جلسات میان هفتگی پرستش و آمیزه ای پنج شنبه ها ساعت 7:30 دقیقه است در سالن کلیسا کلاس های نوجوانان همراه با شادی کودکان یک شنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر کلاس های شاگردسازی در دفتر کلیسا ملاقات با کشیش با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن های 818-716-0000 818-699-16-16 همچنین شبکه تلویزیونی امید جاودان از دیگر خدمات ما می باشد و برنامه امید جاودان در شبکه تلویزیونی محبت و در شبکه امید دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید جلوه گشن به باغ جلوه گشن به باغ همچون نگاران رسید زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود شاخ گل سرخ ما وقت نساران رسید باغ سرما بکاست باغ سرما بکاست شد ز خدا داد خواست لطف خدا یار شد دولت یاران رسید آمین بهار عجب قدرتی داره آسمان را به بارش زمین را به رویش جانداران را به زایش و اندیشه و احساس آدمی را در مسیر عشق و محبت به نوازش تشویق میکنه و ثمره آن همانا چشماندازی تازه میباشد که پیام نوروزی هستش هرچقدر که بار سختی و رنج و نگرانی انسان زیادتر باشه آرزوی او برای از نو شدن و یا دوباره شروع کردن و تازه شدن بیشتر خواهد بود مانند ملت رنج دیده ما ملت ما که در کشور عزیزمون تحت استعمار و دیکتاتور نظام اسلامی توی فشارها هست فقر و فساد و همچنین ماها که از ایران آمدیم بیرون و به خاطر اینکه بتونیم آزاد زندگی کنیم غربت رو تحمل کردیم تنهایی رو تحمل کردیم دوری از عزیزانمون رو تحمل کردیم چقدر عزیزان بودن که دور از کشورشون والدینشون فوت کردن کنارشون نبودن مثلا تحمل کردیم اما این سختی ها و این تحمل امروز به من تو یک قدرتی داده همون قدرتی در بهار است که دوباره تازه بشه به تازه بودن بیندشیم به کشور عزیزمون نیز بیندشیم و میتونیم با سیمین بهبهانی هم سخن بشیم میخوام لحظه بیستیم این مثل یک دعا برای ما ایرانی ها باشه لطفا بیستیم من چرا که میگم حفظ هستیم ولی با هم اعلام کنیم دوباره میسازمت وطن اعلام و بلند این عهدی که با خدا میبندیم دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت و جام خویش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خویش بفهم خواهش ایوب نیز در رنج و زحمت این عهده که بستی با خدای خودت اینجا مواد و بی تفاوت باشی نسبت به کشور عزیزمون ایران بی دلیل ایرانی آفریده نشد ایوب در سختی و مشکلات بود توی رنج ها بود یه خاکستر میشست کرمها رو خودش از بدنش جدا میکرد فرزندانش رو از دست داده بود اما در تمام این فشارها و سختی ها اون نیز آرزوی تازه کرد از نو بشه، تازه بشه به اون جلال گذشتش نیز برسه در کتاب ایوب 29 18-23 نیز میخوانیم اعلام میکنه آرزو داشتم که بعد از یک عمر شاد و طولانی به آسودگی در خانه خود بمیرم آرزوی من این هست که برم به کشورم ازم ایران اگر قرار هست بمیرم تو کشورم بمیرم من نمیدونم شما چه آرزوی ایوب هم این گونه دل آرزو میکنه باشه که صدها سال زنده باشید اما یک آرزوی که انسان وطن دوست هست
و در خانه خود بمیرم، مثل درختی بودم که ریشش به آب میرسید، یعنی تضمین کامل یک زندگی خوب، و شاخه هایش با شبنم شاداب میشد، یعنی بهار جاودانه. چگونه استش که ما از سه ماه بهار چه لذتی میبریم و براش جشن میگیریم. ایوب آرزو میکنه که مدام توی اون قدرت و آنچه را که باعث ثمره نیکوی بهار هست زندگی کنه. همه از من تمجید میکردن، از همه از ما تمجید میکردن یا نه؟ اونا که من یه خود قدیمی تر هستن و در زمان شاه محمد رضا شاه مسافرت رفتن، این روزهای سخت که میبینن میگن ما وارد هر کشوری که میشدیم، وقتی نزدیک اون گیشه میشدیم که سفیر میخواست پاسپورت ما رو ببینه، همین که از دور پاس ما رو میدید ایرانی هست، میگفت ویلکام، خوش آمدید. قبل از اینکه باز کنه، حالا پاسپورت رو میدی، باز میکنه، نگاه میکنه، میگه برگرد یه دور بزن ببینم چجوری هستی. لاینم رو بز میکنم. و و و و و و و ایوب داره این آرزو رو میکنه. آرزو کن برای کشور عزیزت ایران. فقط جشن نوروز رو نمیگیریم، داریم جشن آزادی ایران رو میزنیم. مثل درختی بودم که ریشش به آب میرسند و شاخه هایش شبنم شاداب میشدند و همه از من تمجید میکردند و قدرت و نیروی من روزافزون بود. در کتاب ارمیا باب 49 این وعده به ایرانی ها داده شد که در روزهای آخر قدرت تاریکی ایران را میگیره، ایرانی ها وارد جهان خواهند شد. اعلام میکنه حتی هیچ نقطه جهانی نیست که یک ایرانی نباشه. امروز داریم میبینیم ایرانی ها همه جا هستن، اما در کلام خداوند این امید هست، میگه در انتها این قدرت تاریکی رو خواهد شکست و ایرانی ها دوباره به ایران برمیگردن و خدا بر قلب ایرانی ها سلطنت خواهد کرد. این بار نه خدای مذهب، بلکه خدای لا مذهب، خدایی که با مذهب کاری نداره، خدایی که با عشق کار داره، با خرد کار داره. خودت رو کم نبین ایرانی، خدا با تو کار بزرگی داره. حقیرمون کردن، حقارت رو به خودشون برمیگردونیم و میستیم برای ایران عزیزمون و هموطنان عزیزمون و اعلام میکنه و قدرت و نیروی من روز افزون بود، همه به سخنان من گوش میدادند. همه به سخنان من گوش میدادند، مگر محمد رضا شاه این کار رو نکرد؟ مگر جشن 2500 سال شاهنشاهی رو نگرفت؟ همه پادشاهان و رئیس جمهورها و نخست وزیرها رو دعوت کرد. فراموش نکنیم و به یاد بیاریم. حتی رئیس قبیله های سوخوستا رو هم دعوت کرد، توی آمریکا بودن و همه ایستادن و محمد رضا شاه سخن میگفت و اونها گوش میکردن. چنین روزی خواهد آمد که خداوند به ایرانی ها خرد و حکمت میده تا دنیا گوش کنه. گفتار درمانی نمی کنم عزیزان، نمیخوام لحظه شما رو در هیجان قرار بدم. این وعده کلام خداست، همون کلامی هستش که مازیار دربارش سخن گفت و دخترش خداوند به نوعی امروز شفا داده و ایمان داریم شفاش کامل خواهد شد. دختر من رو شفا داد 21 سال پیش و اعلام میکنه وقتی من سخنانم را تمام میکردم کسی حرف نمیزند، چرا که حکیمانه است. کلام من مانند قطرات شبنم بر آنها میچکند. در کتاب یوئیل 2:28 اعلام میکنه در روزهای آخر خدا روح خودش رو میریزه. دیگه به این انبیا و به اون پیغمبر نمیگه بیان، روح خودش رو میریزه، چرا که وجود ما آفریده شده تا روح خدا در اون قرار بگیره، نه روح انسان. فقط روح انسان باب سلامتی جسمه، روح خداست تا ما شکل خدا بشیم به محبت و خرد و حکمت. از این رو عرض میکنم مسیحیت مذهب نیست. تصور مذهب رو در مسیحیت نیاریم، چرا که به آنچه مسیح گفته خیانت خواهیم کرد و میدونیم این روزها داره این اتفاق میفته. به ندرت هستش که ایامی بگذره در طول یک ماه من با یک ایرانی چه در ایران و چه خارج از ایران در لس آنجلس روبرو نشم و صحبت از این نکنه که خواب مسیح رو دید، رویای مسیح رو دید،
میکنه، مسیح او رو شفا داده، مدام داره این اتفاقا رو میافته. در این بعدی 2700 سال قبل نیست بر ایرانی ها بوده. آنها همچون دهقانی که چشم به راه باران باشند، با شوق تمام منتظر شنیدن کلام من میبودن، کلامی که درش قدرت هست، کلامی که به او آرامش میده و انسان رو در مسیر انتظار رسیدن به بهار جاوید قرار میده. نویسنده اعلام میکنه از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر را نباید از دست داد. صبر تو از دست نده هموطن عزیزم، بیست به شایاد گوش نکن، برای ایران دعا کن، برای سرنگونی این نظام دعا کن، برای آبادانی کشور عزیزمون دعا کن و خداوند با فیضش ما رو برکت میده. بیاییم امسال در کنار جشن بهار طبیعت، جشن بهار درون خودمون رو بگیریم. از خداوند بخوام که درون ما پر از قوت و بهار بشه. اما چگونه این آرزو عملی خواهد شد؟ برای شخص خسته دل و شکسته دل، برای زمینی که به اسارت زمستان فریز شده و یا ملتی که تحت نظارت و نیز ظلم و ستم دیکتاتوری به اسارت فقر و فساد رفته. داود پادشاه به تجربه و دانش خیش، قدرت تازه شدن و قدرت دید بسعت در مسیر آرزوها و رویا و شناخت حقیقت در اندیشه نیک زیستن را که هدایت خدا می باشد معرفی می کنه، که در اون محبت و عدالت و همراه شدن با اون می باشد. در مزمور 92 10 الی 15 اعلام می کنه: تو مرا مانند گاو وحشی قوی و پر از شادمانی ساختی. کلام خداوند میگه ضعیف بگوید که من قوی هستم. آمین. امروز ضعف زندگیت کجاست؟ جسم مریضت؟ رابطه شکستت؟ این که هیچ امیدی نداری؟ موقعیت بد مالیت؟ و یا بلا تکلیف هستی در سرزمینی که بهش پناهنده شدی؟ اعلام کن که خداوندا من پیروز خواهم شد به فیض تو. این اعلام رو بکن، این اعلام رو بکن. آنچه داوود داره اعلام میکنه نه تنها چیزی هست که چشیده، بلکه این چشمانداز اون هست که اون رو دیده. تو مرا مانند گاو وحشی قوی و پر از شادمانی ساختی. چشمانم نابودی دشمنان را دیده، نابودی دردها و رنجها، ضعف جسمانی، فقر و فساد، بلا تکلیفی، تنهایی ها، و گوشهایم فریاد شریران را شنیده است. نیکوکاران مانند نخل رشد نموده و مانند سرو لبنان نمو خواهند کرد. آنها مانند درختانی هستند که در خانه خداوند کاشته شدند. میدانیم که وقتی در حضور خدا هستیم کمال خوشی هاست. و موسی در حضور او بود که صورت او میدرخشید و اون جوانی در وجود او نیز میبینیم که رشد میکرد. و در معبد بزرگ خدای ما شکفته می شوند. آنها در زمان پیری نیز میوه خواهند داد و همیشه صف و شادمان خواهند بود تا اعلام کنند که خدا عادل است. نه اینکه اعلام کنند خدا با انصاف است، حتما خدا انصاف رو دوست داره، اما خدا انصاف رو به من و تو داده بیاموزیم. چرا؟ چون ما بی انصاف بودیم. خدا شریعت رو داد، در شریعت انصاف هست. زدنت بزنش، چشتو کور کرد چه شکور کن، دندانتو شکستن دندانش رو بشکن، کشتنه بکش. این قصاصه. از این رو میگن ما مذهبی نیستیم. مذهب شریعت رو معرفی میکنه، انصاف رو. عیسی مسیح آمد تا عدالت رو معرفی کنه و ما بخشش رو معرفی کنیم. ببخشیم حتی دشمنان رو ببینیم و براش این دعای برکت کنیم، چرا که لعنت به ما برمیگرده. 40 ساله که به دنیا لعنت فرستاد، به طور خاص به اسرائیل، و میبینیم که این لعنت به نظام اسلامی برگشت. هرگز کسی رو لعنت نکنه، هرگز. و ما اینجا نیستیم که حتی نظام اسلامی رو لعنت کنیم، هرگز. بعدش دعا میکنیم که خداوند مطابق فیضش کشور عزیز ما رو به ما برگردونه تا اعلام کنن که خدا عادل است و هیچ بدی در او نمیباشد. تجربه و پند داوود پادشاه ما را در پی قدرت و قدرت حیات بخش و یا سرزمین بهارین می کشند.
که چه بسا کمتر کسی سعادت چنین چشمنداز و امید بخش را خواهد داشت تا بتواند بهار همیشه جاوید را لمس کند. زیرا تا مادامی که دلایل زمستان و ضعف و ناتوانی و تاریکی در ما می باشد، هرچند میل به بهار زیستن داشته باشیم، بهار در ما نخواهد، فقط توان یکی دو تا گل در ما خواهد. به نوعی هم خودمون گفتیم، هم از دیگران شنیدیم، میگیم آه فلانی چقدر آدم خوبیه، اما چی شد؟ فلانی خیلی محبت داره، ولی این دریا نشون میده که وجودش کاملا بهار نیست، گویا یه قسمتی از وجودش هنوز اسیر زمستان هستش، اسیر پاییز هستش، اسیر تابستان گرم هستش. پس همونونه که همه ما به خوبی میدونیم، با یک گل بهار نمیشه، با گفتن حلوا حلوا دهان شیرین نمیشه. و شاعر اعلام میکنه گر گوهر خالص نبود در دل تو، گر گوهر خالص نبود در دل تو، اعمال خراب است و زبان حاصل تو. و داوود پادشاه برای درک این حقیقت نسبت به روح و افکار خودش و آنانی که شرمنده مکرم هستن این گونه میگه: از گناهانم چشم بپوش، داره به خدا میگه، آنچه را که ما را از هدف اصلی دور کرد. عزیزان، گناه، زنا، قتل، دزدی نیست، نا میوه های گناهه. گناه یعنی نشدن شکل خدا، یعنی در هدف اصلی قرار نگرفتن که هدف این بود که انسان به شباهت خدا روش کنه. از گناهانم چشم بپوش و خطاهایم را ببخش، خدا یا دل پاک در من بیافرین، یعنی اون بهار اصلی رو، و باطنم را با روح راستی تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر، شادی نجات را به من بازگردان. یعنی همان بهار جاودانه. آیا مشتاق بهار هستیم در وجود خودمون یا نه؟ اگر هستیم میتونیم بگیم آمین. پس باید به خالق بهار نزدیک شویم. مسلماً تا زمانی که اون رو خوب نشناسیم نمیتونیم اون رو خوب تعریف کنیم. باید با اون نزدیک بشیم. باز مولوی نیز اعلام میکنه: هرچه گویم عشق را شرح بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. بهار رو با یک تصویر نمیتونیم تعریف بکنیم. در بهار باید زندگی کرد. میباید با بهاری که خداوند برای ما 2000 سال پیش به توسط یگانه پسرش عیسی مسیح مهیا کرده با او زندگی کنیم، تحقیق کنیم، تا با تحقیقات نیز ایمان بیاوریم. عیسی مسیح با عهدی تازه اومد، مطابق نامه عبرانیان 8:8 اون خونش رو برای نجات بشریت داد. نگفت شما برید قربانی بدید، نگفت شما ریاضت بکشید، توی سختی باشید و مذهبی فکر کنید. با تعلیمی تازه مطابق مرقس 1:27 همونونه که گفتم عدالت رو داد، نه انصاف رو. تحت انصاف ما محکومیم، اما او فیض رو به ما داده تا ما بخشیده بشیم. با حکمتی تازه مطابق انجیل یوحنا 13:34 که به ما عشق رو میده، این حکمت به ما حکم تازه رو میده تا بتوانیم در این حکم زندگی کنیم که همدیگر رو محبت کرده باشیم. با روحی تازه مطابق افسسیان 4:21 که روح القدس که روح خودش هست رو به ما داده، برای که ما مدام در این بهار باشیم. و با عملی تازه مطابق انجیل یوحنا 3:16 که اعلام میکنه عیسی مسیح بهر گناهان بشریت روی زمین اومد. آمین. من یه چیزش جام میگه آنقدر خدا جهان را دوست داشت، بشریت را دوست داشت، که یگانه پسرش را داد تا هر کس ایمان می آورد هلاک نشه. پس اگر امروز ما چنین عشقی رو، چنین بهاری رو در برابر خودمون داریم، آیا فکر می کنید جایز هست که باز به چشم راه یک نجات دهنده و یک فصل خوب باشیم؟ و با تولدی تازه مطابق اول پتروس 10:2 که اعلام می کنه کامل شدیم به شباهت خدا و بتوانیم در این بهار زندگی خوبی داشته باشیم.
از این رو هستش که در نامه دوم قرنتیان 5:17 اعلام میکنه در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، دردها، ترسها، رنجها، و ما ایمان داریم که خداوند با فیض و رحمتش هست که میخواد به ما این قوت رو، این برکت رو بده که در اون زندگی شاد و جاودانه داشته باشیم. آیا میخواییم بگیریم؟ اگر قلبمون رو آماده کردیم این رو بدونیم، حتی اگر به مسیح ایمان داریم، از خدا بخواد که دوباره بهار تازه در وجودت بشه. اما این خواست توه، اول باید تو بخوای، تو باید بطلبی. لحظه ای اون افکار و احساسات عزله‌ای رو رها کن و اون برکت رو خواهی میده. شخصی به اجبار در روز زمستانی، به شب زمستانی میره خونه دوست خسیسش و میدونست که بهش خیلی بد میگذره وقتی وارد مدونه میشه، ولی وقتی وارد میشه میگه چقدر سرده، رو میکنه بهش میگه ببینم تو وقتی که اینجا سردت میشه چیکار میکنی؟ میخوای بخوابی؟ میگه چی؟ یه پتو میندازم رو. بعد نگاه میکنه میبینه بخاری هم اونجا داره، میره دست میزنه بخاری هم سرده، میگه خب به من بگو حالا خیلی سردت بشه چیکار میکنی؟ میگه خب میرم نزدیک بخاری میخوابم. میگه ببین خیلی خیلی سردت شد چیکار میکنی؟ میگه چی؟ بخاری رو بغل میکنم. میگه ببین خیلی خیلی سردت شد دیگه چیکار میکنی؟ میگه خب بخاری روشن از الان روشن کن وجود تو به توسط عیسی مسیح. از برادرم امیر میخوام لطفا با من باشن. برادر امیر عزیز، از شما خواهش میکنم امیر جان، لطفا نامه کلوسیان 3:5-10 رو بخونید و بعد لطفا هم برای عزیزانی که اینجا هستن دعا کنید، هم برای هدایا دعا کنید، بعد از این میکنید هدایا جمع کنید، هم برای خوراک دعا کنید، هم برای آزادی ایران و اگر هدایت شد. عزیزان، مهمانان ما در این قسمت برای هدایا نیز آزاد باشید. این قسمتی از پرستش ما است. کلیسای پرستان مسیح زیر نظر هیچ سازمانی نیستش، دولت هم کمکش نمی کنه. از جمع‌آوری هدایای شما هست که ما همین تلویزیون امید جاودان رو داریم و هم کلیسا رو داریم و هزینه های کلیسا و تلویزیون رو داریم میپردازیم. اگر در قلبت هست آنچه را که به عنوان یاری برای ایران و نجات ایران میتوانید هدیه کنید، من به خداوند و کلام خدا میگه آنچه را که میدید به شما نیز چندین برابر برمیگردونه. اما قرار نیست ما با خدا معامله کنیم، با خدا معامله نکنیم، با دلت آنچه را که میدید درست هست.
تا این نجات پرستگاری شامل حال آن بشه. در نام عیسی مسیح طلبیدم با ایمان. آمین. خسته و خسته روز به روز
کلام خداوند می‌فرماید، کلام خداوند می‌فرماید، حتی جوانان نیروی خود را از دست می‌دهند و مردان جوان از خستگی می‌افتند، اما کسانی که برای کمک به خداوند توکل می‌کنند نیروی تازه می‌یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد. شکر می کنم که مرا دوست دارید.
من ارزانی داشتی تا با من باشد و راه تو را به من نشان کرد. خدایا باشد که او با من باشد تا زندگی هم مورد پسند تو با بگرد. شکر میکنم خداوند را باشد که او مرا وفت بخشد تا تو را با تمامی دل جان و فکر خیش دوست دارم و زندگی هم مورد پسند تو با بشود. خداوند تو را سپاس میگویم که با ما هستی و ما را دوست میداری و در ما استوار ایستادی. پس خواهش میکنم ما را از روح القدس خودت پر کن تا ما نیز در تو استوار بایستیم. خداوند ای خدای خود، ای عیسی مسیح، من ایمان دارم که ایران توسط عیسی مسیح آزاد خواهد شد. من ایمان دارم.